به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یاشی گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. از همه خانم و آقایون، همه شما عزیزان میهن‌پرستان خواهش میکنم طبق معمولات و محبت بفرمایید سنگر رو حمایت بکنید که تنها سنگر باقی مانده است. خدا رو شکر هر روزم که داری میگذره دیگه کاملا دیگه واضح و روشن شده دیگه، تنها خانه ای که رسما داره از مشروطیت، از بازگشت پهلوی، از بازگشت نظم و انضباط، از بازگشت به هویت ملی ایرانیان داره دفاع میکنه. بقیه هم دیگه کاملا تکلیفشون رو روشن کردن و رسما دیگه نبرد به صورت جدی آغاز شده. امشب همیهنان عزیز و به ویژه بچه‌ها در داخل کشور حواستون رو جمع جور بکنید. از امروز من به عنوان یک سرباز به همه شما همیهنان عزیز داخل کشور، به همه شما نوجوانان و جوانان داخل کشور رسما اعلام میکنم
که جنگ بین مشروط خواهان و مستبدین و مرتجعین سرخ و سیاه از امروز به صورت رسمی وارد مرحله جدی شده که داریم میریم به سمت مرحله پایانی. یعنی خیلی راحت عرض کنم، مصدقی های ایران بر باده در هر شکل و شمایل و لباسی، چون اینا به گروه های دیگه تقسیم شدن به خاطر ایزگوم کردن، به خاطر اینکه ما رو گول بزنن. یکیشون شده میگه من سوسیال دموکراتم، یکی میگه من فلان دموکراتم، یکی میگه من جمهوری ملیم، یکی میگه من نهضت آزادیم، یکی میگه من حزب ملتم، یکی میگه من شرف و ناموس که اصلا و ابدا ندارم ولی جمهوری طلبم، در انواع و اقسام اسامی مختلف. به هر حال مصدقی های ایران بر باده، شاگرد پادوهای محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی، نوکر ابدی انگلیس ها، اینها در صف اول دشمنان مشروطه پادشاهی هستند. همشون هم از تخم و ترکه های قجرن، پسمانده های قجرن. و امروز هم میبینید به عنوان کارشناس و چه و چه همه جا این اراذل اوباش رو میارن. دومین گروهی که دشمنان قسم خورده ما هستن گروه های تجزیه طلبن، که این تجزیه طلبان هم در انواع و اقسام شکل های مختلف ظاهر شدن. اونم باز میگم مثلا جمهوری دموکراتیک خلق رفتن به باقی، جمهوری دموکراتیک خلق نرفتن به باقی، جمهوری دموکراتیک دیدم بعضی موقع کلاغی و غیره و ذالک. سومین گروه که اونها هم دشمنان قسم خورده شاه و ملت و مملکت و مشروطیت هستن، توده‌ای های همیشه خائنن، که اینها هم در رأس این داستان، این دشمنان قرار گرفتن. تمام اینها دارای، و گروه چهارم هم چپی ها هستن، کمونیست های جهان وطن، که خیلی هم تمایل دارن این کمونیست ها به سمت توده‌ای ها و به سمت تجزیه طلبان، چون توده‌ای های همیشه خائن و کمونیست های جهان وطن در کنار تجزیه طلبان یک گروه قوی رو تشکیل دادن، به عبارتی با هم اتحاد کردن، مثل حالا همین اراذل اوباشی که میبینید، نمیدونم نقره فروش لات چاقوکش میدون خراسان و دیگه همین اراذل اوباش دیگه، دانید که اینا دارای دو تا گروه مسلح هستن. یکی سازمان چریکای فدایی خلق روسیه است که مسلحن، یه مش تروریست آدم کشن و به هیچ کس هم رحم نمی کنن، اینا به خودشون هم رحم نمی کنن. و یکی هم سازمان تروریستی مجاهدین هن که مارکسیست های اسلامی هن، یه لعاب چیز به اصطلاح روپوش اسلامی به تنشون کردن و حسین و حسن و نمیدونم همین چیزهایی که میشنویم، شیعیان و شهید و رفتم نمیدونم کربلا و فلا اینا، ولی در از زیربناشون همون مارکسیست های چپ هستن که لباس اسلامی به تنشون کرد، یعنی میدونن که ملت ایران اون بنمایه مذهبی و اسلامی رو داره یا به عبارتی داشت، ما فعلا با اون لباس بیایم جلو مسجد الله اکبر فلان اینا، نماز روزه روسری توسری بدبختی بیچارگی پالون به دوش انداختن، ولی در اصل بنمایه شون اینا مارکسیسته، یعنی بیشتر قش میکنن به سمت چپ. و توضیح هم دادن ها، حالا چون ما متاسفانه ما ملت ایران اهل خوندن نیستیم، نخونید ها، هیچ وقت اصلا طرف کتاب ندید، کتاب خیلی چیز بدیه، کتاب اخ بده، اصلا خوندن چیز خوبی نیست. تا میتونید این تلفن ها رو بگیرید تو دستتون بعد پخش کنید، چیزمی زیاد پخش کنید، آره مثلا یارو کلاغه الان چی گفت، این یارو که الان تو کاناداست حامده، این که دیگه اصلا ببین وضع این چیه، میگه من جز خاندان اسماعیلیونم، ولی بعد نیست آدم بره یه ذره بخونه ببین اصلا جریان اسماعیلیان چه بوده در ایران و اصلا جریان شیعه‌گری صوفی‌گری صفویه چی بوده. بله نخونید یه بار، خدای نکرده هر کی اومد گفت من رهبرم، بگید رهبر رهبر دموکراسی آزادی رهبر. بعد این بدبخت مفلوک، حالا وقت ندارم امشب بهش بپردازم، چهارشنبه اگر شد، چه حالا عددی نیست که دارم هم به همتون میگم، بچه های آلمان و بچه های اروپا،
اینا یه حلبی سازی گویا هفته آینده است، در شنبه یا یه شنبه نمیدونم، به عبارتی یعنی آخر این هفته ماهی که تو خارجی تو برلین را انداختن. دارم بهتون میگم از همه تون داره سوء استفاده میشه. میخواید برید آزادید، میتونید برید، از من سوال کردید دارم میگم. یه سری تنلش هستن، رئیسشون یه خانم رئیسیه تو لندن، دریاکیه، یه پیرزنیه. این پیرزنه 7-8 تا هم خانم تو دستشه، تو ترکیه و آلمان و سوئیس و اتریش و نروژ و سوئد و اسرائیل و ترکیه. اونا رو میفرسته تو رخت خواب این، اینایی که خودشون میگن ما لیدریم، دروغ بهتون نمیگم، عکس ازشون میگیرم، بعد به یارو میگن که خب دیگه حق نداری تظاهرات را بندازی، اگر را بندازی فراجناهی. گرفتی طرفو بچهای خارج از کشور، اونایی که اهل عقل و شعور هنوز باقی موندی، فهمیدید من چیو میگم و چیو میگم. خب و اینها قیافه علی گلامی گرفتن، با اعلی حضرت هم حتی بعضیشون عکس گرفتن، قاهره هم رفتن اومدن. اصلا قاهره رفتن شده ویزا، که هر کی کم میاره مثل مشروطه چیه قلابی از کم میارن میرن زیر کت اعلی حضرت. قاهره و عکس با اعلی حضرت شده چیز، شده ویزا، یعنی هر کس عکس نشون بده من نگاه کنم بغل سر اعلی حضرت عکس گرفتن، یعنی تو باید لالمونه بگیری. منم که تو کتم نمیره این حرفو، من به خود خدام باج نمیدم. هر کس تو تظاهرات گرد همایی، تظاهرات، راهپیمایی، نشست، هر چی میخواین اسمشو بزنید، هر کس بره شرکت بکنه به اسم فراجناهی، یعنی شرافت، اخلاق، ناموس، حیثیت، یختی پاشو گذاشته تو خون بچه‌هایی که به نام مشروطه خواه در ایران در طول این 43 سال به قتل رسیدن. نگید به من بگید آها ما نمیدونستیم، نمیفهمی نرو، میفهمی میری خائنی. که الان تو بلژیک بچه‌های میهن پرست که اونجا برنامه میندازن، الان اومدن موازی سازی کردن. کی کرده؟ لگن فروش دوز، توسط یه تنلشی که توی بروکسل بچه‌ها رو داره گول میزنه، میگه بیایید اونجا و فراجناهی به اسم پادشاهی. خب اشتباه نشه با این بچه هایی که من پخش میکنم از بلژیکا، با این گروهی که این جوانی که به نام سام هست، با این اشتباه نشه، این بچه میهن‌پرستیه، یه گروه دیگه ای هستن. اینا دارن گولتون میزنن، منم دیگه جونم گذاشتم همه چی رو بهتون میگم، حواستون جفت و جور باشه. همه شونو خریدن بچه های داخل کشور. در خارج از کشور ما 10 میهن پرست نداریم. رو خارج از کشور هیچ حسابی نکنیم، اعلیحضرت هم فرمودن پشت به خارج رو به ایران. خارج از کشور همه رو خریدن. بازم تکرار میکنم اسم 10 میهن پرست واقعی، 10 انسانی که سینه سپر کردن برای بازگشت پهلوی، اسم 10 رو برای من بیاری، اسم 10 رو. من 200 تاشم خودم کمکتون میکنم. اگر اسم 10 میهن پرست آوردین، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم، میشورم، میرم میشینم قیلون میکشم. نجی چاره ندارم دیگه، قیلو نکشون چی بکشون. مثلا کار به جایی کشیده که پرویز صیاد میره میشینه تو اینستاگرام، من صدایی ندارم و به گفته هایی که رزم بچه هایی که هم رزم منن فرستادن، امیدوارم دروغ نگن، که پرویز صیاد میره میشینه دوران پادشاهی دیگه تموم شد، جمهوری باید بیاد. امیدوارم پرویز صیاد همچین حرفی نزده باشی، امیدوارم دروغ باشه. منم دارم میگم سندی ندارم بر اساس حرفایی که برام اومده. آره که شما لایوی شدی، میای لایو میذاری و سایرین. خب الان کار به جایی کشیده که یکی 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 دارن میان بیرون. بهتون میگم CIA، اینتلیجنس سرویس، MI6 و سایر سازمان های اطلاعاتی و ضد اطلاعات جهان، مثل همین آلمان، مثل فرانسه. آلمان نمیاد الکی خرج حسن صدقه خور بکنه. اون آلمانیه که بغل دستش وای میسه مال حزب فلان، اون الکی نمیاد واسه یه چک بکشه بگه فعلا این 200,000 یورو، 200,000 یورو فقط این صبحونه که باید امروز خوردیم، با هم نشستیم کره و نون و مربا و فلان اینا پروتئینی با هم زدیم، این فعلا این چکر رو نگه داره، قابل شما رو نداره ها. اونم میگه خیلی من بدجوری تنکیو بری ماچنه دارم اینا، این بچنه توپنه میزنه به ششنه میشکنه.
این 200,000 تا فعلا خدا بده برکت. من چند صد سال باید اینجا بشینم دشه جمع بکنم 200,000 یورو 200,000 دلار برای ایران آریایی جمع بکنم؟ به نظر شما چند سال من باید اینجا بشینم؟ خب اینا الکی خرجشون نشده، الکی خرج اون یارو نشده که بهش بگن فلان خواننده. اون 50-60 سال الکی بهش نمیگن الاغ ماهی. اون یکی 50-60-70-90-500 سال بهش نمیگن سلطان فلان. خب اینا رو لازم دارن. ننه مریم و الکی خرجش نکردن یه دختره که در به داغون چوسونه ای رو از فلان جا ناکجا آباد اونورش پیدا وردارن بیارن تا الان چنان تو زرورق اینو گذاشتن که زن کندی رو اینطوری محافظت نکردن. اینا الکی نیست. این طویله ای که این بغل واسده تو لجنجلس الکی خرجش نمیکنن اون شطور بی ناموس بیاد اونجا بشینه، اون حسین چاقوکش بی ناموس الکلی بیاد اونجا بشینه. حالا دیدید 5 سال چرا هرس و جوش خوردم؟ الان دیگه هرس و جوش نمیخورم چون بالاخره کردم تو مختون. خب حالا سر شما بچهای داخل کشور قشنگ به حرفام گوش کنید، نگید نگفتینا. من از طرف همه میهن پرستان شرافتمند شاه دوست پهلوی دوست عاشق پهلوی عاشق ایران عاشق ملت ایران، من از طرف همه بچه های خارج از کشور دارم اینو به شما بچه های داخل کشور میگم. همینطوری که میگم من سخنگوی شما میهن پرستان داخل کشورم براتون سینه سپر کردم، از طرف همه بچه های میهن پرست خارج از کشور به شما بچه های داخل کشور دارم میگم ما یتیمیم تو خارج از کشور، ما دست تنهاییم. با دست خالی امشب نشون میدم بچه ها اینجا دارن تظاهرات را میندازن. اونایی که تظاهرات های چند هزار تایی را میندازن و داس و چکش میارن و یار دبستانی من که حالا زدن تو دهنشون بچه ها، به خصوص باری کلا به بچه های لندن و باری کلا به بچه ها در شهرهای مختلف آلمان به خصوص در دوسلدورف و کلن و هامبورگ و اینا، باریکلا آفرین به بچه های ایرانی آلمان و سوئد و انگلیس، باریکلا آفرین. سوئیس هم کمن ولی اومدن بچه ها دارن فعالیت میکنن، تو هلند هم خوبه بچه ها دارن میان. به هر حال اینا بچه ها با دست خالی وایسادن جلوی اونا، اونا یه ایلن پشتش پول خوابیده، پشت سر یارو حاج اسمال پول خابیده، تو کانادا پول خابیده. این یه چوسونه بی سواد نفهمی که پا گذاشته رو خون عزیزای خودش. ببین جمهوری طلبان چه خرجی کردن اینو بکشن بیارن تو بازی. حالا عکساشو میرم چهارشنبه بهتون نشون میدم. خب من از طرف همه بچه های خارج از کشور، بچه های جوان های داخل کشور خوب گوش کنید، نیاید بگید شما ایرانیان شاه پرست شاه دوست. آقا رضا چرا ایرانیان خارج از کشور شما که میگه با سلطنت طلبین چرا نمیرید دم سفارت؟ میومدید میگفتید با همین لحن صداهاتون هست، نمیرید سفارت بگیرید، چرا با پلیس درگیر نمیشید؟ بچه های ایرانی خارج از کشور با پلیس بزن بزن کردن، چند تاشون چند ده نفرشون رو تا حالا گرفتن. خوب گوش کنید، بچه های ایرانی خارج از کشور از در دیوار سفارت بالا کشیدن انجمن اسلامی رو ترکمون زدن وسطش، چه تو هامبورگ چه تو لندن. بچه های ایرانی خارج از کشور کار میکنن، یه روز سر کار نرن نون نمیخورن، از کار اخراجشون میکنن، با هزار یه بدبختی از سر کار میان پرچم رو برمیدارن میدونن میرن وسط میدون تو لندن تو این ورونور میرن تظاهرات، با مامورینشون درگیر میشن، کتکشون میزنن، لو میدن، عکس میگیرن. بچه های میهن پرست خارج از کشور دارن فعالیت میکنن، حرفای شما هم دارن ترجمه میکنن به آلمانی و انگلیسی و هلندی و سوئدی، دارن به گوش اینا میرسونن. موفق شدن کلی از نمایندگان این کشورهای اروپایی رو جذب کنن بیان میکروفون بگیرن به نفع شما شعار بدن، بگن من مهسا هستم، جمهوری اسلامی باید برود و چه و چه و چه. ما داریم کارمونو میکنیم، بیکار ننشستیم. دیدید دیگه دیروز پری روز بود 12:30 شب آلمان با یک تلفن جناب وطن خواه اومدم در خدمت بود. 12:30 شب اینجا تو آلمان 10 شب یه عطسه بکنیم آژان میاد بالا سره من. 12:30 شب اومدم دادم زدم، یعنی ما همه زدیم به سیم آخر. اوکی حالا
حرف بچه های خارج از کشور رو دارم به شما بچه های داخل کشور میگم. امروز 25 مهر 2581 شاهنشاهی روز دوشنبه، اینو میگم که ثبت تاریخ بشه، که اون زیر ندیدیم، دارم میگم که تاریخ ثبت بشه. امروز دوشنبه 25 مهر ماه 2581 شاهنشاهی دارم به شما بچه های داخل کشور میگم. اگر میخواهید، برای من مهم نیست، نوجوونی، جوونی، بزرگی، میانسالی، دانشجویی، دانش آموزی، کارگری، کشاورزی، کارمندی، بیکاری، علافی، ورزشکار، شما ایرانیان کشورهایی که ما رو دارن میچاپن، راحت بگم اگر میخواید مثل دوران شاهنشاه آریامهر زندگی کنید، مادرت، پدرت، خودت، خواهرت، برادرت، عمود، دایی، زنت، بچت، رفیقت، همه تون زندگی نرمال داشته باشید، از این لجنزاری که اسمش جمهوری اسلامیه نجات پیدا کنید، بچت راحت بره مدرسه بدونی که دهشه پول بده تا دیپلم درسشو بخونه، دانشگاه مجانی، مدرسه مجانی، تغذیه رایگان، قصه و غم کرایه خونه، امروز گوش ندارم، 8 ماه گوش نخوردم، 15 ماه برنج نخوردم، 10 ماه سیب زمینی نخوردم، بدبخت شدم، جوونم معتاد شد، جوونم دوز شد، اون شد موبایل دوز، غم کشی تو خیابون، آی آب نداریم، آی آوای زیر زمینی رفت، آی زمین فروکش کرد، آی ساختمون رو ریختن رومون، پلاسکو منفجر شد، نمیدونم زلزله اومد، سیل اومد، درختار رو سوزوندن، آی زدن، کشتن، مرد شب، مرد نیمه شب. اگر از تمام این داستان ها، این فجایع میخواید نجات پیدا کنید، یک راه دارید. این راهی هم که بهتون میگم، نه این که ما میخواییم از ایران، از خارج از کشور، همین بچه هایی که تظاهرات میکنن، من از طرف همشون بهتون قول میدم، از طرف میهن پرستان با شرف، اونایی که طرز فکرشون رو من میدونم اینا انسان با شرفی هست، از طرف همه اینا بهتون قول میدم، ما نه پست میخوایم، نه مقام میخوایم، نه میایم اونجا ادعایی داریم، ما اصلا هیچ کاری به کارتون، شما اصلا نذارید ما بیایم ایران، شما اصلا نذارید هیچ کدوم از ما بیایم ایران، خوبه؟ ایران همه مال شما. اگر میخواهید از این بدبختی نجات پیدا کنید، یک راه براتون باقی مونده، راه دومی نیست، یک راه براتون باقی مونده. داخل خیابونا از فردا رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. رضا شاه کجایی؟ به داد ما بیایی. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. پهلوی پهلوی پهلوی. اگر میخواید نجات پیدا کنی، اگر دنبال جنگولک بازی اینو، دنبال چارت بچه دانشجوی بسیجی بیشرف که همشون مأمورن، همیشه گفتم بازم میگم، از اون تعویله ها، اونا تعویله است نه دانشگاه، اونا تعویله است. اگر خیال کردید از اون تعویله ها دانشجوی میهن پرست میاد بیرون شعار میده که تو رو نجات بده، رین تن تن، همه تون ول معطلی، برید شوهر کنید، بیوه نمانید، راحتتون کنید. اگر امیدتون به بچه های دانش آموزه که جونشون رو کف دستشون باشن اومدن تو خیابونا، اینم بهتون بگم که اینم آبی براتون گرم نمیشه، چون در نهایت اینا زیر 18 ساله، تعارف هم نده. من اهل تعارف نیستم، به خودم باج نمیدم، اینجا پای مملکتمه، اینا جوونه، اینا رو شما میتونی با 4 تا وعده وعید از این ور به اون ورش کنی. بچه 14 ساله رو پرسپولیسی باشه، با 2 حرف من میتونه تاجی بشه، با 2 حرف من میتونه بره بگه امروز میخوام مهندس بشم، فردا میخوام برم دکتر بشم، پس فردا میخوام بشم نویسنده. جوونه، بچه است، مغز هنوز رشد کامل نداره، تکلیف مشخص نیست، برای همینه بهش میگن دانش آموز، داره دانش میآموزد. اگر به این امیدم نشستید ملت ایران، بازم خوش گلدی، برید هر جوری که دوست دارید واسه خودتون حال کنید، رو ما میهن پرستان خارج از کشور هیچ حسابی نکنید. من از طرف همه بچهای میهن پرست خارج از کشور بهتون میگم، ما تو بازی شما نمیایم، ما تو مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی نمیایم، نه که مخالف باشیم ما، من به همه بچه‌ها گفتم، دارم هم میگم به بچهای خارج از کشور الان نشون میدم،
از من سوال کردن آقا اگه بگم مرگ بر دیکتاتور، گفتم بگید مرگ بر دیکتاتور بلا فاصله مرگ بر خامنه ای. بله ما موافق دیکتاتوری نیستیم، ما مخالف ما ضد دیکتاتور ضد استبداد جنگیدیم، ما مشروط خواهان ضد دیکتاتوریم، ما ضد استبدادی، ما در برابر استبداد ایستادیم. پس ما مشکلی با دیکتاتوری نداریم، مشکل پدر سوخته بازیه و زن زندگی آزادی ما مشکلی نداریم. کدوم مرده بگه من از زن و زندگی و آزادی بدم میاد؟ من خودم شخصا قربون تمام زنان ایرانی بشم، رسما علنا هم دارم اینجا میگم. کدوم مرد ایرانی بگه من از زن، من اگه بگه من از زن بدم میاد، این از مادرم بدم میاد. خیلی راه، یعنی اگر بگم من از زن بدم میاد، یعنی من از نیمی از جمعیت ایران بدم میاد. پس ما مشکلی با زن زندگی آزادی نداریم، زن زندگی آزادی. بله زنان ایران، بانوان ایران 43 سال زندگی نکردن، مردگی هم نکردن، حتی شهروند درجه دو. من همیشه گفتم زنان ایران شهروند درجه دو نبودن، مردا شهروند درجه دو بودن، زنان ایران شهروند درجه 8 بودن. تو سرشون زدن، سنگسارشون کردن، اعدامشون کردن، تجاوز بهشون کردن، هر بلایی بوده بر سر این زنا بودن. تو چله تابسون این زنا این چه لباسی کردین تن این بانوان شریف محترم؟ چرا؟ پس ما مشکلی با مرگ بر دیکتاتور زن زندگی آزادی نداریم، مشکل بر سر اینه. من خودم قاپ قمارخونم، مشکل بر سر اینه که این جریان اعلی حضرت فرمودن امروز فقط اتحاد فراجناهی، پرچم یس، گود مورنینگ، عکس نو، وری وری بد، تو بمیری. حالا دیگه میگن که نه پرچم هم دیگه نداری، نه یعنی آقا فرمودن تو بمیری. همشون معتاده به تریاک، همشون سکس چتی، همشون تا خرخره تو کسافت، همشون هم نشستن الان دارن برنامه نگاه میکنن که امیدوارم همتون به تیر غیب گرفتار بشین تا چشمتون هم گوشه. دیدید یه تنه چه بلایی سرتون آوردم؟ دیدین؟ یادتون میاد کشیده ها رو؟ بازم بهتون میزنن. دیدین چجوری میام لو میدم؟ همه جا رفیقای من هستن. خب بچه ها قشنگ گوش کنه چی بهتون میگن. گفتن زن زندگی آزادی، بله پشمندش هم میگیم، مرد میهن آبادی، شاه میهن آبادی. چرا نه، ما مخلص زن هم هستیم. یه مرد ایرونیه نرمالی به من نشون بدید بگه آقا من از زن بدم میام، یا آقا تو مشکل داری برو دکتر خودتو نشون بده. کدوم مردی تو دنیا بگه من از این جنس زیبای این بهترین خلقت خداوند چی بوده؟ زن بوده. دیدید دیگه بیچاره چه بلایی سر آدم آورد، هوا واسه خاطر یه لقمه نون و ماچ یارو ول کرد بهشت و رفت. گفت بهش اینه، راست هم میگه بنده خدا. بنابراین ما مشکلی نداریم پس با این جریان زن زندگی آزادی، ای والله مرد میهن آبادی، مرگ بر دیکتاتور. منم میگم مرگ بر دیکتاتور، اما مرگ بر خامنه ای، مرگ بر بسیجی، مرگ بر پاسدار، مرگ بر جمهوری اسلامی. خب ملت ایران، رضا شاه روحت شاد و با این داستان ازتون گرفتم به اسم اتحاد و چرت پرت. یه سری از زندانیایی که حکم اعدام بهشون دادن از زندان آوردن بیرون، گفته بچه جون تو اعدامه دیگه، اینم حکم اعدامت، فردا شب هفته دیگه یه مد یه اعدامی، آره میخوای اعدام نشی، آره میری تو خیابون میشی لیدر، حتی میگی مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، اما اونجا فریاد میزنی مرگ بر دیکتاتور. اینا لیدراشونه، دو تا با میسه اون جلو، دو تا اون وسط، دو تا این عقب، دو تا اون و تو هر جایی که نگاه کنی 6 تا 7 از اینا هست. فیلماش برای من اومده، بچه‌ها دختر خانوما داد میزنن میگن رضا شاه روحت شاد، میان بچه‌ها رو میزنن هول میدن. نگو چی نگه، همونجا بزنیدشون، همونجا هولشون بدید. یه سریشون هم از طریق کردستان و اینور و اونور آوردن اینا رو ریختن تو شهرها با پولایی که خرج میشه. اونا سناشون بالاست، اونا سناشون بین 35 سال 40 ساله 45 ساله. بعد مثلا تو اصفهان ده 15 تا از این جونورا رو اینطوری ولجام، مثلا شپش تو شیراز آوردن، تو تهران مثلا تا اونجا که ما خبر داریم نزدیک 1000 خوردهشون تو تهران ریختن. وقتی بهتون میگم تو کرکوک عراق داره خرج میشه اینه، خب وقتی میگم من دست تنهام کسی رو ندارم اینه، 5 سال دارم اینا رو بهتون میگم. از روز اول گفتم تا ندانیم از کجا میخوریم آش همینه کاسه همینه، تا ندونیم از کجا داریم میخوریم. حالا باید بفهمید ملت ایران، براتون یک سفره چیدن، همم سر این سفره هستن.
من با خدام رو در واسی ندارم، راحتتون کنم. من از جونم به شرفم به روح مادر پدرم همین الان برنامه قدش دو تا مامور بیان جو بزنن تو مخم، من نه تنها هیچی از دست ندادم بلکه هیچی هم به دست آوردم، تموم شد، از این دنیا خیالم راحت شد. اما حرفامو زدم که بمونه. باید همه ما اینو بفهمیم، با مرگ هر میهن پرستی، میهن پرستی در ایران نمیخوابه. اینو بهتون نصیحت کردم که بدونید، راه همونیه که بزرگان به ما یاد دادن، راه راه ستارخانه، راه راه باقرخانه، راه راه یپریمخانه، راه راه بزرگان سران مشروطیته، راه راه علی دلواری، رئیس علی دلواریه، راه راه بابکه، راه راه ابو مسلمه، راه همان راهیه که رضا شاه بزرگ به ما نشون داد. رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین راه رو به ما نشون داد. کسی نمیفهمه خب نفهمه، نفهمه دنیا بره. کسی میفهمه خودشو به کوچه علی چپ میزنه، خب بیناموس مزدوری، مثل مشروط چیای بیناموس. راه راهیه که خدایگان به ما نشون دادن، دوبار ترورش کردن، تا توی دفتر کارش با رگبار مسلسل دنبالش کردن، تیر تو دماغش خورد، تیر تو دهنش خورد، 100% زدن که بکشنش، 200 دفعه بمبگذاری کردن بر علیهش، 500 دفعه خواستن خودش و زنش و بچهش رو بکشن، هزاران بلا سرش آوردن. 37 سال گفت همه چی فدای ایران، 35 سال اون خدای بیبدیل تاریخ ایران و جهان فرمودن من به جز میهن پرستی هیچ چی دیگه نمیخوام متوجه بشم. حرف میهن پرستیه، اینجا حرف ناموسه، اینجا حرف شرف و حیثیت یه ملته. اینجا صحبت بسر آقا تقی و محمد آقا و شهین خانم و نمیدونم مهوش خانم و پهوش خانم نیست، اینجا صحبت بسر این نیست. این رفیق من ناراحت میشه بابا به خاطر اتحاد گور پدر خودت و رفیقت و جدت و آباده. اینجا صحبت حیثیت یه ملت با حیثیته، یه ملت با شرفه. ملت ایران یه ملت با شرفیه، ما رو بی شرف کردن. ملت ایران یه ملت با حیثیتیه، حیثیتمون از همون گرفتن. ملت ایران یه ملت با ناموسیه، مرد ایرانی ناموس پرسته، ناموسمون از همون گرفتن. اینجا صحبت بر سر یک ملت با غیرتیه که 2500 سال حداقل 2500 سال تاریخ شاهنشاهیش یک کشور رو با همه بدبختیاش نگه داشت. اینجا صحبت بر سر تاریخ یک کشور با 8000 سال تاریخه. اینجا صحبت بر سر فلات ایرانه. اینجا صحبت بر سر کرد و لور و فارس و اینا نیست، صحبت بر سر ایرانه. هر کس در برابر ایران ایستاد، هر کس که اومد و به هر طریقی، امروز فقط اتحاد و امروز شاهزاده فرمودن و علازاد فرمودن و آقای رضا پهلوی اصلا و ابدا تو این بازی ها نری. فرمان همونی که رضا شاه بزرگ فرمودن، همه چی فدای ایران، ایران بالاتر از همه چیز و همه کسه. من کیم؟ تو کی هستی؟ ما کی هستیم؟ 80 میلیون فدای ایران، 100 میلیون فدای ایران، جانم فدای ایران، دنیا فدای ایران، راحتتون کنم. اینو بکنید تو مختون. صحبت بر سر یک کشوریه که این کشور بنیانگذار تمدن بشریت بوده. صحبت بر سر کشوریه که اقوام و مملکت دست به دست هم خون دادن واسه وجب به وجب، نه سانتیمتر به سانتیمتر ایران. بچه از تو کردستان پاشده رفته تو زابل با قاچاقچی جنگیده که سیستان و بلوچستان از دست نره. بچه زاهدان پاشده رفته تو اهواز که مبادا خوزستان رو از دست بره، خونش ریخته تو آسفالتای داغ اهواز. بچه آبادان پاشده رفته توی مشهد تو سرخس، خونش داده که مبادا قاچاق وارد اون مملکت بشه. بچه آذربایجان خون داده توی کرانه‌های خلیج همیشه پارس که مبادا سر سوزن تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی بهش تلنگری وارد بشه. بچه بوشهر خون داده تو گیلان، بچه مازندران خون داده تو کرمانشاه، بچه لرستان خون داده، خونش رو ریخته توی دریای مازندران. مگه علکیه؟ فراجناهی بوده، خفه بمیرید همتون، تن لشای آشغال، خفه بمیرید همتون، فلون فلون شده ها. ما بچه های ابو مسلمی، ما بچه های ستارخان و باقرخانیم، مگه چهار تا بچه قرتی که
بره در بده خونهای آشغال. بچه های داخل کشور حواستون باشه، مبارزه اینیه که من بهتون میگم، آزادی اینیه که من بهتون میگم، دموکراسی اینیه که من بهتون میگم، راه دیگه بلدین ای والله خوش گردید برید، رو ما هیچ حسابی نکنید، ما بر نمیگردیم ایران. به شرافت بشری سوگند، سفره رو پهن کردن، دور این سفره آمریکا نشسته، انگلیس، اسرائیل، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، سوئد، ترکیه، کشور عربی، ژاپن، کره، استرالیا، نیوزیلند، همه دنیا، هند، پاکستان، همه دور این سفره نشستن. تمام کشورهای جهان دور این سفرن. چرا میخوان این کفتار حمله کردن کشورمون رو، هر کی یه تیکه‌شو بدزده. ایران انقدر غنیه، انقدر ما منابع زیرزمینی داریم، بذارید راحتتون کنم. ایران ثروتمندترین کشور دنیاست. موضوع نه نفت، نه گاز، نه اینا چیزایی که ما داریم میبینیم و قلقل میکنه و میاد بیرون. پر اون زیر، تو اون کویر خوابیده، وجب به وجب پول خوابیده. اینا دست از سر ما بر نمیدارن. راحتتون کنم، جان بولتون الکی نمیره بغل دست ننه مریم، مایک پنس الکی پا نمیشه بره تیرانا، یارو فلونی پا نمیشه بره واسط کنسرت بذاره تو اون سن و سال، بره اونجا باز بخواد واسط بخونه. الکی زنه رو نمیفرستن خارج از کشور بیاد اینجا معناز افشارو داستان دارن براتون، براتون طویله الکی نمیزنن تو لندن رادیو 77 فلان، همشون مامورن، همشون جاسوسن. ملت تو خیابونا همینطوری که دارید میرید جلو، که الان شده هفته پنجم، ادامه بدید خسته میشین میچپین تو خونه ها، خار مادرتون رو میارن جلو چشاتو. به همین زبون خودمونی بهتون بگم، بلایی برات به سرتون بیاره علی شیره‌ای، بلایی به سرتون بیاره تو خونه خودتون رو دفع کنی. ببین کی بهتون گفتم، به شرافت بشری سوگن، بلایی به سرتون بیاره که بگی طالبان کجایی به داد ما بیایی، ملا عمر کجایی به داد ما بیایی. ببین کی بهتون گفتم، یادتون نره حرفای رضا رو ها. من خط نشونا معروفه، این خط اینم نشون، اگر یه جمله بالا پایین شد سر منه بزنید. خوب گوش کنید بهتون چی میگم. از فردا تمام ایران میایین تو خیابونا، رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، پهلوی پهلوی پهلوی، برگرد شاه برگرد شاه برگرد شاه، بگو برگرد شاه برگرد شاه برگرد شاه. خارج از کشور همشون مزدورن، گفتم بهتون این بچهای میان پرست با وجودشون دارن برای شما کار میکنه. اگر این کارو کردید یه ما دیگه شاهتون تو ایران به همه خواستهاتون میرسید، همشون هم از تیر چراغ آویزون میکنید، راحتتون کنم. اگر نه بهتون میگم نقشه‌ای براتون کشیدن که در صورت سقوط جمهوری اشغالگر اسلامی که دنیا چکششو زده تموم شد، اینا برن نقشه‌ای براتون کشیدن 5 تا استان ایرانو تیکه پاره کنه. به حرفای پادشاه اصلا گوش نکنید، این مرد اسیره، این مرد تو زندانه. اگر این مرد رضا شاه دوم پهلوی سوم همین الان اومد رو همین خط رو همین تلویزیون همینجا اومد با من گفتگو کرد، پادشاه مملکت فرمودن به خاطر اتحاد، به خاطر نمیدونم ایران، به خاطر نمیدونم فلان، من خودم میگم جمهوری باشه، جدی نگیرید حرفای اعلیحضرتو. این مرد حرفایی که از دهانش بیرون میاد تو این زمینه حرفای خودشون نیست، بفهم به خدا هیچ کس جرئت نمیکنه بیاد اینطوری بهتون بگه، همه ملاحظه میکنن. اینو نگم، اگه اینجوری بگم من بهتون میگم، چون من به هیچ کی وابسته نیستم، من با یه لقمه نون و پنیر سیرم، هیچی هم نمیخوام. من میام تو ایران، اومدم یه روز تو خیابون میخوابم، من هیچی نمیخوام، به هیچ خدای وابسته نیستم، واسه همین حرفامو بهتون میزنم. این مرد گرفتاره، این مرد گرفتاره، بفهمید. تا پاش تو ایران نخوره، نبریمش تو خونش نشینه، دورش مامورین ساواک نباشه، ارتش دستش نباشه، بودجه مملکت دست، تا این مرد حس نکنه تو خونشه، هر چی در این نوع زمینه ها میگه جدی نگیرید. این مرد دلش برای مملکتش خونه، دلش برای ایران خونه، این مرد خون رضا شاه و محمد رضا شاه خدا بیامرز تو رگشه. بفهمید دارم بهتون چی میگم، کف کردم.
لعنت به پدر و مادر و هر کسی که میاد مخ شماها رو میزنه. جناب مهندس 1 2 3 4 5 دست گل درد نکنه، 1 تا 5. شما 23 امید مسکن جنگه، خیابان ها مال مردم. امروز 23 اردبیل به خاطر کشته شدن دختر جو امنیتی. آقای رسال ایوت بود بود رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه.
سپاس از شما جامعه سیاسی گرامی. آفرین به بچه‌های ایران، باریکلا. همینطوری شطرنجی کنید، دارید یاد میگیرید. ببینید اینا تجربه است. 4 سال اومدید از روبرو فیلم برداری کردین، خودمون رو لو دادیم، بعد میترسیدین. الان همین حرفی که الان من زدم، جناب مهندس اشاره قشنگ کردن، گفتن آقا الان صدا همین دیگه رو ضبط میکنن. اوی به اسم مشروطه چی تو این اینستاگرام پرم از مامورین اطلاعاتشون به اسم علکه چی، او ما فعالیت میکنیم تو ایران، عکس پخش میکنیم. جوونم نمیدونه دیگه، خمه کنیم راست میگه. رضا احمدی گفت کارتون به کار شاهزاده رضا پهلوی نباشه، کار خودتون رو بکنید. پدر سوخته بازی. من از این چیزا تو کتم نمیره اصلا. هر چی بهتون گفتم عین واقعیت رو بهتون گفتم. راجع به مطالبی که یه نفر اونجوری میشین او چرا شاهزاده اینطور، اصلا کارتون به این مسائل نباشه. حرفای پادشاه رو قشنگ گوش کنید. چی فرمودن؟ قسمت پر لیوانو نگاه کنید. چی فرمودن؟ من با این خارج از کشور کاری ندارم، اپوزیسیون تو ایرانه. بی شرف ها، این دارم ضبط کنی پخش کنی. اپوزیسیون تو ایرانه، ملت اپوزیسیونه. میدونید معناش یعنی چی؟ نمیاد لجن جلس اینو بهت بگه، لندن بی ناموس نمیاد اینو بهت بگه. معناش میدونی چیه؟ بذار من بهتون بگم. یعنی اپوزیسیون تو ایرانه، یعنی این اپوزیسیونه که میگه رضا شاه روحت شاه. آره چشمتون کور شه، ملت منو میخواد. ولی اینطوری که نمیتونه بیاد بگه. این وظیفه منه که بیام حرفای علازتو تجزیه تحلیلش بکنم، براتون بازش بکنم، آنالیزش بکنم. نه آقا اینطور نیست. چرا؟ چرا اونطوری که تو میگی هست، اما اینطوری که من میگم نیست. چرا نیست؟ چون جامعه مشروطه خورده تو سرش. انقدر تو این 43 سال به ما گفتن دیگه سلطنت نمیاد، هر چی که رفته دیگه نمیاد، هر چی که دیگه نیاد اصلا دیگه نمیاد، اصلا قدیمی دیگه نمیاد. هی اومدن اینا رو به ما گفتن، هی ضبط شد تو سرمون. آخه چیزی که رفته بر نمیگرده، ایشون هم که خودش نمیخواد شاه بشه، اصلا خودشون فرمودن نمیخوام شاه بشم. آخرین ولیعهد ایران فرح دیبا، آخرین ملکه، همسر آخرین، آخرین شاه، شاه آخر، شاه آخر، پهلوی، سقوط رژیم، انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی، محمد رضا پهلوی. و این چقدر اینه ای تکرار شو. همینطوری که هی من گفتم سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، الازد الازد الازد. خب چقدر تکرار کردم؟ خب الان چقدر قشنگ یاد گرفتی، چقدر قشنگ الان فقط هر کدوم از شما به من پیام میدید بنویسید الازد. آقا گفتاره دیگه. چرا ما میریم مدرسه درس میخونی؟ چرا به ما میگفتن مشق بنویس؟ بنویسی بره تو مخت دیگه، بنویسی الف ب پ آب ابر مرد زن که یاد بگیری دیگه. از بس اومدن پدر سوخته بازی، از بس تو خارج از کشور گفتن تو خود به هم میخوره، عکس نیاری به چشم به گور پدرت، مردشون رو قیافه خودتو اتحادتو ببرن، مردشون رو قیافه همتون رو ببرن. بی پدر و مادرای مامور کثافت اطلاعاتی، بی شرفا، واسه خاطر 4000 پوند و 5000 پوند و 4000 دلار و 5000 دلار و 5000 یورو و 6000 یورو ناموس شرف نداشتتون رو فروختین. بی شرفا یه مملکت رو فروختین واسه خاطر 4000 دلار. بی شرفا، مردشون رو قیافه خودتون رو ببرم اون اتحادتون. چه صفات های در بداخون آشغال. ما تنهایی ملت، پشت ما فقط خداست. یادتون نره خدا یار عاشقان است. ما عاشقیم، ما عاشقیم. 100 دفعه این شعر رو براتون گفتم. ما عاشقی ملت، خدا یار عاشقان است. به دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت. ما باید همچین حالی داشته باشیم نسبت به پادشاهمون. همه شب نهاده، ما میهن پرستان باید اینو به پادشاهمون بگیم. همه شب نهاده ایم، همه شب نهاده این سر چو سگان بر آستانت. همش مواظب بدین که رقیب بر نیاید، در نیاید ز بهانه گدایی. پدر سوخته ها، به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این که کشند عاشقان را؟ که تو عاشقم چرایی؟ پدر سوخته ما رو میکشیم به جرمی که ما عاشقیم؟ به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این که کشند عاشقان را؟ که تو عاشقم چرایی؟
به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم که برون در چه کردی که درون خانه آیی. به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد و ریایی. در دیر میزدم من که یکی ز در در آمد، که درا درا عراقی که تو هم از آن مایی. ببینید چی داره میگه. ما تربیت شده یه چنین فرهنگی هستیم. با تو آسان میشد از دست سیاهی ها گریخت، با تو آسان میشد از دست سیاهی ها گریخت، رو به سوی ظلمت شبهای بی فردا گریخت. بی تو ای آزادی، ای والا کلام، گر نباشی در میان باید که از دنیا گریخ. ما مکتب آزادی رو داریم، ما میهن پرستان، ما در برای استبداد ایستادیم، ما انقلاب کردیم بر علیه استبداد قجر. مگه اون مرد که شاه نبود؟ بود، ولی ما ایستادیم جلوش. چرا؟ گفتیم پدر سوخته یه مستبد، تو به گور پدرت میخندی رفتی چه بدی توی تویله اسمشو گشتی قصر و کاخ و فلان اینا، هر غلطی دلت میخواد بکن. تو به گور پدرت میخندی مملکتو به دو قسمت تقسیم کردی، مردی که در به داخونه چوسونه با اون قیافه شیره ای. پس ما مخالفتی با مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی نداریم. ما مخالفتی با کدوم هر شده خواهی یکی از آزادی بعدش بیا. ما خون دادیم واسه آزادی، ما خون دادیم، این همه ما بها پرداخت کردیم واسه آزادی، واسه که در برابر دیکتاتور استبداد ایستادیم. بنابراین ما ملت عاشقیم، ما عاشق پادشاهمونیم، ما ایرانی ها عاشق پهلوی هستیم. اینو دنیا میدونه، دنیا میدونه ما ایرانی ها عاشق پهلوی هستیم، دنیا میدونه تک به تک ملت ایران در دور افتاده ترین نقاط اون مملکت همه عاشق شاه. شما برو با اون پیر مرد پیر با اون خانوم مسن توی روستا، دستاش پینه بسته، یک ثانیه تو زندگیش مدرسه نرفته، اکابر هم نرفته، هنوز هستن در حاشیه کویر کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، نذاشتن شاه برسه به مملکت که همه با سواد بشن، هنوز دست نماز میگیره، هنوز آب از چشمه میره برمیداره میاره. از همون زن و مرد برید بپرسید، بگو مادر پدر نظرت چیه راجع به شاه؟ میگه خدا بیامرزتش، با همون لهجه خودش، با همون گویش خودش، چه تو کردستانش باشه چه بخواد تو خراسانش باشه، به خدا قسم این ملت عاشق شاهشه. بیناموسای بی پدر و مادر، چرا میخواین عشق ملت ایران بگیرید؟ فلون فلون شده ها، به گور پدرتون میخندید، فراجنای خفه بمیرید همتون تن لشای آشغال. هر کس بره تو تظاهرات اینا شرف نداره، ناموس نداره، راحت بهتون بگم به هر دلیلی بخواید برید، میخواین برید گور باباتون برید، من میگم بهتون. پس مردی که تن لش بی سواد نفهم دلغک تمرگیده تو کانادا، آخه چوسونه مردش رو اون قیافته ببرن، یه مایه تیله از زیر بهت دادن، پول و برد و برو باز خود یه چوسفیلی بخر بخور، تو رو چه به این غلطای زیادی در به داغونه آشقا. گوساله زاده خیال میکنه مثلا خیلی حرفه، هر که گرد را رسیده. به قول علی پروین یه روزی گفت بابا دوتا لگد به توپ زدن که نشد فوتبالیست، خب هر که بلده لگد به توپ بزنه، هر که گرد را رسیده اون میاد میگه بله من چرا رهبر نباشم، خفه بمید در به داغونه چسونه با اون قیافت، معصوم قومی بیشین سر جاد، بتمر سر جاد مردشون رو قیافته ببرن که نیم روخت شده شبیه پینوکیو، بتمر سر جاد چوسونه پهن فروش. این یکی گوساله تو کانادا بشین عزیزم سر جاد، عروس کی دختره کی، حرف نزن زر نزن، هی علکی بتمر سر جاد، سر اینی میگیری تایی اون صدا میده، از هر سولاخی یه کسافت میزنه بیرون، چقدر فاضلاب داره این خارج از کشور. جناب مهندس شماره 6 و لطف و محبت بفرمایید. چه فلون فلون شده ها؟ ما اول اگر قرار شد که خودگردانی رو دنبالش بریم، این خودگردانی رو از تهران شروع بکنیم، از مشهد شروع بکنیم، از اصفهان شروع بکنیم، از این شهرهای بزرگ، بعدا هم به شهرهای کوچکتر. سپاسگزارم. اولین کسی که در ایران
اقدام کرد برای اینی که کشور به صورت فدرال اداره بشه، به صورت عدم تمرکز اداره بشه، شخص محمد رضا شاه پهلوی. آقای جوانمردی، چند لحظه باشه هدف از این که مردم به سوی زندان ابین حرکت کردن چی هست؟ میخواد که برند به زندانیا را آزاد بکنن؟ دکتر مصدق خواهان ایجاد عرض کنم که حکومت غیر متمرکز بود. اون وقتی حاکمیت باید تقسیم بشه تو تمام اینا. دقیقاً مثل آبان ماه دوباره. آبان ماه کوچیک بود عزیز من. آبان ماه کجا بزرگ بود؟ آبان ماه یه نقطه خیلی کوچیک بود، قابل سرکوب بود دیگه. خود آبان ماه تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد. آقا با هلیکوپتر اومدن تو شیراز، با تانک رفتن تو ماهشهر. کوچیک شد اینا جناب همایون. زمان دوستان بیا الان سارا میگه که درود، فقط شاهزاده رضا میتونه نجات بده ایران رو. خب سارا جون ایشون نیست، ایشون میگه که مردم خودتون باید برید نجات بدین. سارا جون چیکار کنیم؟ تو بگو همین کارو بکنیم. منم مثل تو میگم فقط شاهزاده میتونه نجات بده، ولی چیکار بکنیم سارا خانم؟ بعضی این حرفای من رو ضدیت با شاهزاده تر. نه بابا من ضدیتی ندارم، من خدا میخوام، ولی ایشون داره رسما میگه آقا در مورد رهبری عملی و میدانی مبارزه رو من حساب نکنید. حالا سارا جون تو بگو ما چیکار کنیم؟ تو بگو، خواهش کنم سارا بنویسه اینجا، سارا جواب بده ما چیکار بکنیم. تو بگو. نایمد سارا دیگه جواب نداد، فقط همین نوش. حالا یه ادهی من منظورم سارا نیست، یه ادهی برای اینی که به قول معروف مبارزه رو متوقف بکنن، میان حرف رو که سارا میزنه میزنن. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. این یک کلیپش، این یک قطره در اقیانوس. هر روز لس آنجلس، لندن، همین آشا، همین بساطه. رضا شاه روحت شد نمیخوای بشه مرگ بر دیکتاتور؟ ها؟ پرچم شیر و خورشید از دستتون بگیرن، پرچم کردستان، کومله، چریک فدایی بیارن بذارن اونجا، نمیخوای اینطوری بشه؟ من موندم خودم چجوری هنوز سالم موندم، به خدا موندم. این یک قطره بود. روزی 12 ساعت به علاوه 12 ساعت هم بازپخش، 24 ساعت مختونو دارن میزنن. دیدی؟ کسی اینا رو نمیفهمه، واقعا نفهمید. کسی که اینو نمیفهمه نفهمه. من این چیزی که الان پخش کردم هیچی هم راجبش صحبت نمی کنم، پخش میکنم، خودتون قضاوت کنم. اوکی؟ زو جناب مهندس هفت و لطف موقع بفرمی. یه قطره دیگه شم نگاه کن. این شرایط ایجاد شده در حال حاضر که یک فانتزی در ذهن مردم شکل گرفته که مردم مثلا منتظر یک رضا شاه هستن. مردم، من میگم عمدتاً، همه مردم رو نمیگم چون خیلی هم چنین دیدگاهی ندارند، از خود بنده گرفته تا خیلی های دیگه، ولی بخوایم نخوایم خیلی ها چنین دیدگاهی پیدا کردن. یه رضا شاه، رضا شاهی هم نیست، در کار نیست، وجود نداره. و چی شده؟ این یه فانتزی رو در ذهن مردم ایجاد کرده که یکی منتظره، همه منتظره چنین مهره‌ای، چنین عاملی، چنین منجی باشیم، کاری انجام ندیم، در انتظار به سر ببریم، آخوندها حکومت بکنن، ادامه بدن. و ما هم با اون فانتزی دوره گذشته که آقا نگاه کنید مثلا
خانم‌ها میتونستن موهاشون آزاد باشه، این کارو میتونستن انجام بدن و به نوعی منزه سازی گذشته به طور کامل و ایجاد این جو در جامعه باشید. هویت طلب‌های تبریز بدونید که اگر این رژیم سرنگون نشه به هیچ کدوم از خواستهای دموکراتیک و انسانی خودتون نخواهید رسید. در کردستان همچنین، در بلوچستان همچنین، در سراسر کشور. بله صدای پای فاشیزم میاد، ولی مطمئن باشید قلم پاش خورد میشه، به ایران نمیرسه. بله صدای پای فاشیزم میاد، ولی مطمئن باشید قلم پاش خورد میشه، به ایران نمیرسه. یا باید در چارچوب دموکراسی و با تمام معیارهای دموکراسی بازی کرد، سیاست کرد و پذیرفت، یا اینکه باید منتظر عواقبش هم بود. این عواقبش در سوشیال میدیا که مشخص نمیشه، در روی زمین و روی میدان وضعیت اینگونه نخواهد بود. پس یا اینکه باید منتظر عواقبش هم بود. این عواقبش در سوشیال میدیا که مشخص نمیشه، در روی زمین و روی میدان وضعیت اینگونه نخواهد بود. پس ما مواظب باشیم، ما مواظب باشیم، حرف برای گفتن زیاد، حالا زمانش نیست. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. آفرین، باریکلا. ببین میگه دشمن دانا بلندت میکنن، بر زمینت میزند نادان دوست. اینا که به خودشون میگن مشروطه چی؟ خب حالا به خاطر اتحاد بریم اون بغل بایستیم، ولی ما پرچممون یا باگه بودیم. این نادان دوسته، این بیشعوره، این صد برابر خطرش بیشتر از بنگاه لجن پراکنی بی بی سیه، این خطرش بیشتر از حسین بولبوره، چون نادانه. دشمن دانا اینه. دیدید خط و نشونو دیدی؟ گفت دعوا تو مدیاها نیست. راست میگه، من الان پای اینجا میتونم بشم آی میستر نمایی میکنم چرت و پرته. دعوا تو میدون شهیاده، حرفو گرفتی؟ من از دشمن یاد میگیرم. شما ملتو نمیدونم هنوز چرا گیجید، گیجید، حرفم ناراحت میشید بشه. من نیومدم یه چیزی بگم شما خوشتون بیاد، گیجید، هنوز گیجید. چرا گیجی؟ اوینو دیدی؟ بازی خودشون بود. دانشجوها یادتونه یه هفته پیش چه جنگولک بازی در آوردین؟ دیدید من یه جمله راجبش نگفتم؟ اوین میدونی چرا اومدم راجبش اون شب گفتم؟ فقط به خاطر این سینما رکس آبادان که بچه‌ها رو جزغاله دارن میکنن. مگر بازی خودشونه، چرا منحرف کنن؟ تمام لندن و لجنجلس الان میگه اوی اوتش گرفت، زدن، هفت نفر رفته، شیشتا مونده، ده بر یک، 15 تا. که چی؟ رضا شاه روحت شاد مالیده بشه بره. لابلاش هم زن زندگی آزادی مرد برد دیکتاتور. گیجید. دانشجو یادتون میاد چه جنگولک بازی در آوردین؟ 4-5 نفر آقای احمدی دارن میکشن. ملت جوگیر، جوگیریم که زنجیر میده دست و میگه وای حسین کشتم، وای حسین کشتشون. جوگیریم یا خودمم تو خیابون میزم تو سر کلم و حسین کشتشون. من دیگه که چونم که اصلا واقعا حسنم چونم که اصلا این جریان بوده. من نمیدون امام زمان کدوم امام زمان؟ این همه ظلم و جور و جنایت تو دنیا. بابا دو دفعه جنگ جهانی دوم شده، مرکز نه تو چانه ایمده بینو، پس دیگه منتظر چی؟ پس منتظر بزن به معنا زرفشان تجاوز بشه بیاد حقمونو بگیره؟ خب پس این آقا مهدی بچه رو نمیاد؟ چاخان پاخان، ملت جوگیر، ما شیعه هم قبول میکنیم، خوشمون میاد، اصلا ما خوشمون میاد. خودمون تو شعرمون داریم میگیم، میگیم اگر سرزمین ما افسانه گرده است، من این افسانه ها رو دوست دارم، اصلا ما خوشمون میاد. لیلی، مجنون، شهرزاد قصه گو، فرهاد، نمیدونم به مال به مال، شیرین، فلان، خوشمون میاد. بیستون را عشق چند شهرتش فرهاد برد، وجوری واسه خاطر یه لقمه نون و ماچ برد، خیلی وجوری برد، خوشمون دوست داریم. ملت زیر درخت مو خوابیدن، اینا تو زیر زمین داشتن فیزیک درست میکردن، این فرمول با اون فرمول قاطی میکردن، مثلا این بره تو اون چی از توش در میاد. ما نشسته بودیم میگفتیم کنار دریا، مهتاب قشنگ،
ویسکی گران. من دیگه امشب حمله رو آغاز میکنم. خوشمون میاد. خوشمون میاد. همه خوشمون میاد. خب من از دشمنم یاد میگیرم. دعوا تو میدون شهر یاده. جناب مهندس لطف محبت بفهمه. حالا این آقایونی که ادعا میکنن میگن ما کردیم و ما فلانیم و تجزیه و فلان، بابا کردستان عاشق شاهه، خوزستان عاشق شاهه، گیلان، مازندران، بلوچستان عاشق شاهه، این ملت عاشق پادشاهه. بچه کرموشا رو سینه‌اش ورزشته خالکوبی کرده جاوید شاه، بچه کرد رو بازوش ورزشته تاج شاه رو خالکوبی کرده، این ملت عاشق شاهه. به زور یارو مردیکه رو به اسم امام چپوندن به ما، حروف داریم؟ به زور گفتن بوی گل یاسمن نمیدونم با ننت آمد، رهبر بی ناموس من با تیاره ایرفرانس آمد. مثل این چیزا هستن. این یارو کیه؟ چپیا. گل مریم، آی گل مریم، دست کلنگم، آی گل مریم. اصلا ما خوب خوشمون میاد، خوشخوشانه بوش، اصلا ما هم ضرب میگیریم 124 ضرب در 5 ما هم میزه خوشمون میاد. چیزی دیگه، ملت اهل مطرب بازی دیگه. یه ملت عاشق شاهه. به دستور انگلیس و امریکا و جهان میگن که نه رفته دیگه، بر نمیگرده جمهوری، حکومت مردم بر مردم. ببین چه خوشمزه است. بخو ما بچه بودیم گلو دردی میگرفتیم سرمایم، یه بلای سرم میومد مادر شربت میریخ، انقدرم تلخ و بدمزه بود، میریخ تو قاشو ولی نمیتونی با زور بکن تو حلق ما. ما هم گریه و شیون که تو رو به حضرت عباس، مگه آدم در سال چند دفعه به زور خط نمیشه؟ خلاصه به هزار یه زور بدبختی میخواست اینو بکن تو حلقه ما. گولو میزدن، قطار باست میخرم، تفنگ میخرم، لباس پرسپولیس باست میخرم، توپ باست میخرم. این حتی که دهن وا میشد میرفت تو دهن، پشتش هم یه مثلا آب پرتقال یه چیزی میکرد تو دهن. اینا به زور دارن شربت تلخ و شربت شهادت و شیاف وحدت رو دارن میکنن به ملت ایران. جمهوری، حکومت مردم بر مردم، انقدر خوشمزه. بگو بابا، بگو بابا. مگه نمیگه به اسم بابا، بابا ببریم ایران. پادشاه مملکت از پلا بیاد پایین، نماینده سازمان تروریستی مجاهدین، نماینده چریکای فدای خلق روسیه، نماینده مصدقی ها، نماینده توده ای ها، مثلا افغانی ها بودن بدبخت ها، پشتون و هزاره و همینا که اونجا هستن جمع شدن. و ظاهر شاه، اعلی حضرت ظاهر شاه که مسکو رفت، واشنگتن رفت، لندن رفت، تمام دنیا رفت، جلوش تعظیم کردن. با بدبختی داشت یک کشور رو رسون به جایی که کابل دانشگاه داشت، کارخونه زد، زنان افغانی با چه تیپی لباسی به چه زیبایی. بابا عکساش از مدارکش هست. یک مرد شریف، یک خانواده جنتلمن شیک، خودش، همسرش. بابا 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 بابا, بابا. چرا؟ چون به بابا گفتن اگه نری افغانستانو تقسیمش میکنیم به چهار تا کشور. بگو بابا بابا. همین بلا رو دارن سر ما میارن، بخوام بگن بابا ارواح ننتون. آره بابا، یه بابایی براتون بسازیم، 400 بابا از طویله سفید و طویله شماره 10 بزنه بیرون، تو بمیری همتون رو کفن کردن. بابا حالا نگاه کنی کردها رو. جناب مهندس 8 و 9 و 10 و لطف و محبت بفرمایید. نگاه کنید. ای پدر و مادر را. جاوید شاه پاینده ایران پادشاهی. یک ایران منتظر توست شاهزاده. جاوید شاه پاینده ایران پادشاهی. جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، مرد میهن، مرد میهن آبادی، مرد میهن آبادی. امروز همه ما کردیم، نکردم خدا، ولی امروز همه بلوچیم، همه ما فارسیم، همه ما ایرانیم. دشمن نباید بیاد ما بیاد
ما همه یکی هستیم و دشمن را میشناسیم. ایران یاسم خوابتی هست ارم ایتوینا یه ها خود بکسان و گروه تکیو بناشا روحت شاد رضا شاه 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 روحت شاد شاه شاه روحت شاد شاه شاه روحت شاد شاه شاه روحت شاد شاه شاه سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدی خانم آقایون سننده رو دیدی؟ مرد کرد رو دیدی؟ آقا ما چشم انتظارتیم، باید بیای. یک قطره در کردستان بودی. خانم کرد رو دیدی؟ چی گو من خودم کردم، امروز همه ما یه کردیم، یه بلوچی، هممون ایرانی هستیم. درود به شرفت بانو، به شرفم اگه من بشناسم. یعنی چی؟ من کردم، من اوزاریم. خب باش، چیکار کنم حالا؟ من ایرانیم. تا سال 57 من با تو بچه آذربایجان و بچه کردستان ما مشکلی داشتیم. ما ایپا میشدیم میبینیم کردستان. ما مشکلی با هم داشتیم. من خودم تو سقز، تو بانه با پدرم اونجا بودم، تو سنندج، تو بیجا. ما چه مشکلی با شما داشتیم؟ کلی بچه های کرد با ما رفیق میشدن، با خانواده ما رفیق میشدن، میمادن تهرون، میمادن خونه ما. بچه های آذربایجان یه تیم ملی فوتبال ایران پیش نها کن، چند بازی کنه ما تو تیم ملی فوتبال ایران داشتیم، بچه تهرون بودن. همشون بچه قفور، بچه ملوان بود، بچه های خوزستان بودن، بچه های مشهد بودن، بچه های اصفهان و شیراز بودن، بچه های تبریز بودن، بچه های کرمون بودن. این حفاظ بچه کرد داشتیم تو تیم ملی پیشان صرفقان هستن. این مزخرفات، این چرت و پرت ها چیه؟ پدر سوخته بازی. چرا یتیم شدی؟ بدبخت شدی؟ بیکس شدیم، شاهمونو بردن، بیکس شدیم. به صاحب مملکت هم میگن حرف نزن، تکون نخور، راه نرو، نفس نکش، فقط بگو جمهوری جمهوری. چرا؟ خب اگه نگه بزن بچه‌شو میکشن. من بابا داشیشو من نکشتم، من خواهرشو نکشتم. و چرا نشستی فقط در تو خونه ها تو گوشم دیگه میگی خب آره دیگه بگن بگن. خب بابا بیان بگین، خب بیان بگین که اون ملت بفهمه ما چه بدبختیم تو خارج از کشور. آقای مهندس شماره 11 رو لطف موعد بفرمایید. تمام و کمال نگاه کنید. آقای مهندس فرستادم رو واتساپتون، دست درد نکنه. تمام و کمال براتون پخش میکنم لندن. این بچهای میان پرستن. چه شعاری شما دادید که این بچه‌ها نمیدن؟ تو همه رو دارم میگم. جناب مهندس خواهش میکنم شماره 11 رو. هر ستم کرد ما شو میخوایم نرحمت. هر ستم کرد ما شو میخوایم نرحمت. Shine, 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 shine
شاهنشاه روحت شاه جاوید 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 شاه چشم و چراغ ایران کردستان 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 چشم و چراغ ایران شاهدان چشم و چراغ ایران شاهدان چشم و چراغ ایران سپاس از شما جامعه هندسی هاشی گرامی. از بچه ها خواهش میکنم، من حالا اینو کاملا پخش کردم که خیلی از دوستان برای از من خواسته بودن، خواهش میکنم کوتاه مختصر مفید، بعد حد اکثر بشه 16 یا 17 مگابایت. این خیلی بلند زیاد بود. به هر حال باریکلا دیدی خانم آقایون زو. حالا بذار اول من اسامی بچه ها رو بگم که بعد از جناب مهندس خواهش کنم. یادتون میاد گفتم یه چیزی اعلیحضرت فرمودن راجع به اروپا اینه که بهم دوشنبه پخش کنم، الان اونو براتون چیز میکنم، الان بهتون نشون میدم، یه دقیقه صبر کنید. آرمان آریایی از اورنج کانتی $30، سپاس از شما آرمان آریایی، لطف محبت کردی. آقای سیامک یزدانی $500، سپاس از شما لطف محبت کردی آقای سیامک یزدانی عزیز. عرض کنم پری بانو با جاوید شاه $100، سپاس از شما پری بانوی عزیز. ناصر غلامی هم $10، سپاس از شما. روبرت جانسار خاندان پهلوی شیکاگو با هزاران جاوید شاه $100، دست گل درد نکنه. امین $200، دست درد نکنه امین، لطف محبت کرد با جاوید شاه. سرباز دور از وطن $50، لطف کردی سرباز عزیز. و میهن شاه هم با درود به بچه های دلاور داخل کشور $50، دست گل درد نکنه، ممنونتم. بچه ها زنگ بزنید، لطف کنید زنگ بزنید، دستون درد نکنه. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید اون فرمایش اعلی حضرت رو. خیلی حضرت رو ممنون شما اکثر رو نگاه کنی تا آها دست درد نکنه. خانم آقایون خوب قشنگ با دقت گوش کنید، براتون اینو من میخونم. فرمایش اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم: جمهوری اسلامی خاورمیانه را ویران کرده، باعث موجهای مهاجرتی عظیم به اروپا شده و ترور و وحشت را در سراسر جهان کاشته. با وجود این هنوز، خوب گوش کنید، با وجود این، یعنی با وجود این که خاورمیانه رو ویران کرده، این همه باعث مهاجرت شده، ترور و وحشت رو تو اروپا آورده و چه و چه و چه، با وجود این هنوز برخی در غرب از یک انقلاب دموکراتیک علیه چنین رژیمی میترسن. توجه فرمودی؟ فرمایش اعلی حضرت: هنوز برخی در غرب
از یک انقلاب دموکراتیک علیه چنین رژیمی میترسند. چنین دیدگاهی از نظر من بسیار ناپخته است. گفتگو با روزنامه جروزالم پست اسرائیل، اینم سندش. دست درد نکنه جناب مهندس. خب خانم آقایون، اعلیحضرت به چه زبانی باید بیان؟ باید مثل رضا احمدی باید بیاد، اعلیحضرت مثل رضا احمدی باید بیاد بگی که یه حزب قشنگ گوش کنید، الان این دخلی به اعلیحضرت نداره، خودم دارم میگم. حزب دموکرات امریکا، آی ملت، حزب دموکرات امریکا، طویله شماره 10، چپ جهان، حسن آقا، حسین آقا، این وریا، اون وریا، همسایه این ور، همسایه اون ور، آقا نمیخوان که من برگردم. دیگه به چه زبونی باید بگم؟ از توش چی میاد بیرون؟ مرگ بر دیکتاتور. کی پشت جریان خوابیده؟ لجنجلس لندن. پس الکی دنیا میاد به اینا پول میده، الکی میان سازمان درست میکنن در امریکا، از این چیزها دیگه، بنگاه ها واسه زلزله هستن دیگه، دانید که چه گویم. ها؟ بعد بیان بگن که فقط ما در حقوق بشر کار میکنیم، هر کس که در حقوق بشر باشه و خیلی بدجوری در حقوق حشر باشه، ما مثلا بهش یه چک میدیم 150,000 دلار. خب چرا از این چکا به ایران آریایی نمیدیم؟ اینا جبهه گیری میکنن، براندازن. ما اهل چنج رژیم نیستیم، ما میگیم حقوق بشر. حقوق بشر میدونی چی؟ من بازم تعریف کنم. یعنی رضا احمدی تو برو تلویزیون بزن، اسمشو هر چی اصلا اسمشو بزن تلویزیون پهلوی شاه دوست، شاه دوست، هر چی اسم دوست داری تو برو بزن. البته اگه نزنیم مبلغ بیشتری بهت میدیم. اصلا اسمشو بزار پارس ایران، پارس ایران، اینجورکی حال بده. خب منم چون میخوام خودمو بفروشم واردم دیگه، من که نمیام عبدالله که نیستم اسم تلویزیون رو بزنم ایران آریایی رستاخیز پادشاهی، اینجوری که نمیزنم. اسم تلویزیون رو میذارم کانال 56، هم 5 داره توش مثل 5 تن، هم 6 داره توش مثل 6 تن، چون بعضی موقع 5 تن 6 تن هم میشه. خب بعد میام میشینم، بعد میگم که خبرهایی که از ایران اومده، سهیلا حجاب رو گرفتن، اجازه بدید صحبت بکنیم با سرکار بانو دکتر مهرنگیز بیکار، نه بیکاره، من میخوام یه چیزی بدم دستش بیکار نباشه، باکار بشه. بانو بیکار شون، بله اینکش همه برای بالا بندم و بزن که توزیو به اینکشون، بله به دلیل اینکه خیلی اونجا دستوش هم اینطوری میکنن، خیلی اونجا حقوق حشر بدجوری هست، بعد نیم بشر میره تو حشر، حشر میره تو بشر. سپاسگزاریم. فردا گفتگو داریم با جناب آقای دکتر خانیمانی، بدجوری بمال بمال داره این. خدا برکت بده دیگه، من چیکار کردم؟ هیچی. یه وای دلیلشو بی سوادتر از خودم آوردم نشوندم اونجا، تو ماچ بکن من ماچ بکن، تو ماچ بکن من ماچ بکن، خدا برکت بده. پول هاتبردم و دادم پول یاست چیچیه، همینه که این بشقاب هاست. من رو تمام این بشقاب هایی که اون فضا هست رفتم، کت و شلوار مجانی هم که به هم میدن، سیگارم که مفت آقا، قمارم که مفت آقا، مشروبم که مفت آقا، ماشینم که مفت آقا، خونم که مفت آقا، همه چی مفته دیگه. من چیکار کردم؟ هیچی. و تازه مورد توجه جامعه ایرانی هم قرار گرفتم که به چه انسان شریفی، ببین چه جوری داره میزنه تو گوش حشر و مشر. از همه زندانی هم میگم، هر از چنگایی هم میگم، خب جمهوری اسلامی نقض فاحش حقوق بشر کرده، چونی فاحش فاشن بدجوری نقض کرده، این کارهای بدی کرده. و ایران رژیم چی شد؟ نعوذ بالله، چنج رژیم چیه؟ چنج رژیم هر کی بگه باید اینجا بیاد بشینه بگه 50 دلار، 20 دلار، 10 دلار، 5 دلار منو نشون ندید، کاخ اون برا نشون بدید، پول اینجا نمیاد، پول اونوری میره. مگه عبدالله بیا به من تو پول بده که من بیام اینجا بشینم هرس بخورم عکس پادشاه رو 5 سال بذارم اینجا که پادشاهمون از مغزمون حداقل نره بیرون، بگم اعلیحضرت اعلیحضرت اعلیحضرت، که بعد اون آقا رو وردارم بیارم ایران که مجددا بیا دستش بذاره تو جلیقش بگه دیگر به چشم آبی ها باج نمیدهیم، دیگر به شماها احتیاج نداریم، اینجا ایران است، من پنجمین ارتش غیر اتمی جهانو دارم، هر موقع دلمون بخواد نفتو میبریم بالا میاریم پایین. یعنی از صبح تا شب دل و جیگر غرب رو بلرزونم، خب بعد من به تو حال بدم؟
یعنی خیال کردین ما هم شما عبداللهی که خمینی رو بدون چپوندین؟ نه بابا، ما 400 سال تو دنیا داریم باج میخوریم. بابا ما باج خوریم، ما یانکی هستیم. ما 400 سال داریم اصلا باج میگیریم. آقا ما 400 سال کاری کردیم که شما تو اون منطقه بزنید تو سرتون، یکی بگه من یهودی ام، یکی بگه من مسیحی ام، یکی بگه مسلمان ام، بعد بگه من شیعه ام، اون بگه شافعی ام، اون بگه من شاف کردم، اون بگه حنفی ام، اون بگه من شیش امامی ام، اون بگه چهار انگشتی ام، سر کارتون باشه. من واقعیش بدون بگم خیلی جالبه، تمام پیامبران عالم فقط تو اون تویله خاورمیانه چرخیدن. مثلا تا حالا شنیدی بگن حضرت حالا ایکس مثلا در پاریس؟ تا حالا شما شنیدی تو اروپا یه امام بیاد اینجا بیاد؟ مثلا تا حالا شنیدی بگن رود راینو مثلا با عصا وا کردن؟ نه، همش تو همون منطقه واز و بسته، هرچیه اونجا واز و بسته میشه. موسی از اونجا میاد، عیسی از اونجا میاد، محمد از اونجا میاد، زرتشت از اونجا میاد، بودا از اونجا میاد، هندو از اونجا میاد، اون میره تو آب پی پی میکنه، جیش میکنه، بعد اون میره سر صورتشو میشوره، گاو از اون ور رد میشه، اون سرش میزنه، اون نمیره میره تا بالاشو میخوره. همه داستان اونجاست. چرا؟ هیچ کم نمیاد بشینه مثل آدم فکر کنه که چرا. آره، بعد علم و دانش اینجاست. اون وقت تو منطقه خاورمیانه بیل میزنی زمین نفت میاد بیرون، تو اینا بیل میزنی زمین پهر میاد بیرون. بعد اینا دارن همه باج میگیرن. خب حالا شما به من بگو ای سنگ زبور، ما شعور داریم یا اینا؟ خب معلومه که اینا خمینی میزن تو ایرفرانس رو به اسم امام 13 میان به ما میچپونن، بعد تازه واسه بارگر میزنن که بری دورش بچرخی میگه امام چرا رفتی اینا رو با خودت نبردی تو قبر تنها موندی. درست میگم؟ به خدا درست میگم. بله جناب مهندس، شماره 12 13 14 15، دست گل درد نکنه، 12 13 14 15. بدبختیم آقا، قبول کنید که بدبختیم. روح شاه، رضا شاه، روح شاه، رضا شاه، روح شاه، شاه شاه، روح شاه، شاهنشاه، روح شاه، شاهنشاه، روح شاه، شاهنشاه، روح شاه. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. 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 جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. به تو شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو سپاس از شما جناب مهندسی های شگرامی. اینا بچه های خارج از کشور، ایرانیان داخل کشور، اینا
برادران و خواهران شما خارج از کشورها پس بیکار ننشستن، دارن فعالیت میکنن. اینا منتظرن شما بگید رضا شاه روحت شاه. خیلی راحت بهتون بگم، حالا مومنت اجازه بفرمایید. مومنت جناب مهندس خواهش میکنم ازتون لطف و محبت بفرمایید شماره 16 رو دست درد نکنه، اون عکس رو یادتون میاد گفتم یه سندی راجع به دیکتاتور و جمهوری و فلان. من هر چی بهتون بگم میام بهتون نشون میدم. صبر کنید، حرف با سند و مدرک باشه که چرت و پرت دهنمون در نیاد، مثل این جمهوری طلبان دوزاری. بعد اینا که میگن چیز نگاه کنید خانم آقای مومن، این یه نفر هست به اسم ام ار نیکفر، من نمیدونم کیه ولی هر چیه برام نوشتهش مشخص میشه چیه. حافظه تاریخی، یعنی این تیترشه، جای خوشحالی است، این توییت ها، جای خوشحالی است که سلطنت طلبان هم شعار مرگ بر دیکتاتور را پذیرفتند. یعنی شعار مرگ بر دیکتاتور رو چکوندیم بهشون. اما آیا میدانند چه کسی در این مملکت برای نخستین بار ملقب به دیکتاتور شد؟ ها؟ دست درد نکنه جناب مهندس. خوب بود؟ خوشمزه بود؟ خوشتون اومد؟ حالا دیدی چرا جلزه ولز میکنن؟ آره؟ دیدی؟ پشت درهای بسته امریکا یا انگلیس ها اروپا یا همه اینا ویسی هاشون رو میزنن، بعد میگه مستر جک، میگه یس یس گود مورنینگ مستر بیل، میگه خوشت آمد؟ دیدی چجوری خاورمیانه سر کار گذاشتیم؟ حال کردی؟ به قول جناب مهندس اشاره قشنگ کردن. تو همین آلمان یهودی بغل دست عرب مسلمون مغازه داره، تو همین آلمان. پس چرا اینجا با هم دعوا ندارن؟ چرا عربه نمیری یهودی رو بکشه؟ سلام علیکم با هم میکنن، با آلمانی چنانم با هم گفتگو، بگو بخن رفیق تو خونه هم دیگه با این بابا میگه که آه من متاسفم تو اونجا چیزه. این از عربا بد میگه، عربه یهودی از اسرائیلیا بد میگه، میگه آه منم متاسفم سربازای ما شلیک و میگه بابا منم شرمنده هستم، میزنیم چش و چهار سربازای تو رو در میاریم با سنگ و اینا. به خدا قسم بچه‌ها اینجا با هم دعوا ندارم، به شرف هم همین دوتا آدم برگردن، اون بره مثلا تو منطقه فلسطین، اون بره تو اسرائیل با سنگ و چوب هم دیگه رو میزنن. آقا برنامه است ریخت انداختن اون به جون هم دیگه. تو حسابشو بکن، کل ملت ایران خواهان بازگشت پهلویه. آقا این دیگه از این چیز مشخصیه. تو برو تو ایران همین الان میکروفون یه دسته هر کس بغلت رد شو آقا چاکرم سلطنت یا جمهوری؟ بارو بابا گروه جمهوری کیا بارو؟ همه میگن سلطنت. خب پس دعوا سر چیه؟ خب اینا نمیذارن، اینا نمیذارن که صاحب مملکت برگرده. صاحب مملکت اگه برگرده دیگه این نمیتونه بیاد لوله بکشه از تو خوزستان، از تو دریای مازندران لوله بکشه به ترکیه و یه باجی هم به ترکا بدن میگم اینا دهشه تو هم یه ککمک اکمک چیه تو هم یه چیزی بخور که لوله رو بکشی بیاره تو خونه آلمانی که آلمانی بشینه آبجوشو بگیره آخر هفته با خیال راحت سوسیسشو کوف بکنه تلویزیون بشینه شوشو نگاه بکنه و بگه که خب شفاشو زره به چرخون همچین سرده الان حال به هم بده. گاز مملکت من بیاد بره تو خونه آلمانی، ملت من تو قبر بخوابه و تو کارتون. حالا به من بگو ای سنگ صبور من شمور دارم یا اینا؟ اینا چرا تعارف کنی؟ خب این پس میاد جاوید چرا تو میگیره مرگ بر دیکتاتور رو به تو میده که چی بشه که این گوساله بیاد اینو بنویسه دیگه. اگه حرف من کسی نفهمید تو هیچی دیگه، من خودم دار بزنم. جناب مهندس شماره 17 رو لطف محبت بفرمایید. عذر میخوام جناب مهندس یه لحظه، راجع به کنسرت داریوش بهتون گفتم دوستاش اومدن آقا احمد که انتقالی نبود اینا از این چه ببین من هم بلدم تو هتل هیلتون بشینم چنان با کارد و چنگال واسط بخورم که اصلا نفهمی من چجوری خوردم. خب هم بلدم بشم تو قهوه خونه چایی رو بریزم تو نربگی هرد بکشم. تو این کلاس ها برای من کلاس برای من نذاری. من همیشه گفتم بازم میگم مرد از دهنش حرف میزنه، حرفی که از دهان بیاد بیرون اگر چرت پرت باشه اون مرد دیگه باید بره حالا مرد زن ببخشید خانم شما من نمیگم اون مرد رو بریم بزنید تو سد آشغال، هرچی آشغال همسایه تو هم هست بریزید رو مرده.
وقتی بهتون یه چیزی میگم درست میگم. من با هیچ کس سر جنگ و دعوا ندارم. هر آدمی حقش هر طور دوست داره فکر کنه. آقا من حقم جمهوری طلب باشم، تجزیه طلب باشم، شرفم رو بدم، ناموسم رو بدم، حیثیتم رو بدم، کشورم رو بدم، فقط بگم جمال الان و عشق. بابا من چند سال میخوام عمر کنم؟ 70-80 سال دیگه، 90 سال، آقا 150 سال. جمال خودم و عشق است و زن و بچه هم که داشته باشم جمال زن و بچه هم عشق هم. من دوست دارم مثل یارو ساربونه تو لندن میگه آقا خودش گفت من تا پول نگیرم نمیام جلو دور بیم، به شرفم اگه به تو دروغ بگم. بچه های لندن هنوز زندن تو جلسه، گفت آقا من کراواتم باید 400-500 پوند باشه. بابا گفت این اینطوریه، این فلسفه زندگیش اینطوریه، میگه من ناموسمو میدم، شرفمو میدم، من باید سوار ماشین شیک بشم، درو برام باز بکنن، ادکلن بزنم 2000 دلار، جورابم باشه 500 دلار، تو خونه میرم هیچ مشکلی نداشته باشم، کنترل این حساب بانکیم فول باشه، تو سوئیس پول داشته باشم، تو لوکزامبورگ پول داشته باشم، تو بتونم برم موناکو ماساژم بدن. ها من اینطوریم، من رضا احمدی اینطوری نیستم. من میگم من شرفمو نمیدم، ناموسمو نمیدم، حیثیتمو نمیدم. آقا نده نادی، تو میخوای چی زندگی کنی بکن، داری ثمرش هم میبینی. خاک بر سر بدبخت رضا احمدی. اون این دیکتاتور برام نیست که باره بابا میهنونه چرت به چرت چرت پر یادی. اون اینطوری رو من حساب میکنه، منم به اون میگم تو بی شرفی، بی ناموسی. کسی که ناموس خودشو ببره خونه همین با انداز هپولی بکنه واسه 500 دلار، خود به اسمش چیه دیگه؟ کلا تو بالاتر. من که کسی به ناموسم بخواد نگاه کنه سرتش میکنه. خب بنابراین این دیکته کلیه که نوشته شده. پس حرفی که من بهتون، دیکته کلی برای همه سوا، برای استثنایی توش نیست. پس حرفی که تو بهتون میزنم درست میگم. من با کسی مشکل شخصی ندارم. داروش اقبالی خواننده اولی صداش خدا و پیغمبر 50 میلیارد طرفدار داره، خدا ان شاء الله بکنه 70 میلیارد. از لحظه ای که این جمله رو قشنگ گوش کنی، من حقمه، حمید پاهنداز حقش هر غلطی دلش بخواد کنه، خدایش میگم من غلط میکنم به این گیر میدم، چرا دروغ بگم؟ این آقا از روز اول گفت، ببخشید گفتم آقا، این تنه لش از روز اول گفت که آقا من سیاسی نیستم، این طویله منم سیاسی نیست، من اومدم اینجا ملت رو سر کار بذارم، بشکم بزنم، سوسن بذاره، من اومدم یه مایه تیله جمع کنم، از بدبختی و بیچارگی رسیدم داشتم صدف میفروختم کنار دریا، اومدم اینجا دارم حال میکنم. آقا من نه به شماها فحش دادم، نه به همیشه هم گفتم شاهزاده فلان، هیچ من نمیگم علازه، من تو حالا دست از سرم برداریم، رفت دنبال زندگیش، شرف و ناموس و گذاشت وسط و رفت. از نظر من، از نظر خودش نه، همین پا انداز عرض میکنم با اون یکی رفیق تن لشش. خب اون تکلیف خودش رو مشخص کرده، اما اینجا یه اما داره. اما وقتی وارد کارزار سیاسی میشی، من الان نمیتونم بیام بگم حسن، حسین، محمد راجب من حرفی نزنی. برای چی نباید راجب من حرف بزن؟ راجب من حق دارم به من فوش بدن، انتقاد بکنن، هرچی. پس چرا من اومدم تو کانال تلگرام؟ نه چرت پرت، چرا چک میدم پرت میکنم بیرون. حق دارن. من اومدم آقا دارم ادعا میکنم دارم کار سیاسی میکنم. کسی که ادعا میکنه کار سیاسی میکنه زیر ذره بین میره. نمیخوای زیر ذره بین بری؟ نمیخوای زیر سوال بری بکش کنار؟ من از موقعی که اومدم اینجا، من زیر ذره بین ملت میرم. این کیه؟ این رضا احمدی کیه؟ این باباش کیه؟ این مادرش کیه؟ این چی کار؟ این چقدر سواد داره؟ این کیه؟ این چه کار حسنه؟ من میگم نه، تو به پدر من چی کار داری؟ به مادر من چی کار داری؟ به تو چه من مثلا فلان آوازو خوندم؟ به تو چه من اینو میخوام بخونم؟ به تو چه نداره؟ سرت به گوجه. تو اومدی ادعا کردی، از موقعی که تو رسانه‌ای میشی زیر نظری، فلان خواننده نمیتونه بیاد بگه تو نظر رو من نده، واسه چی باید نظر ندم؟ تو دست کلنگ گرفتی رفتی اون بالا داری چرت و پرت میخونی، تو دهنت هم میزنم، خوبم بخونی تشویقت هم میکنم، گلم میفرستم واسه روسه. بنابراین چیزی که بهتون میگم مسئله شخصی نیست. همه حق دارم عاشق داروش اقبالی باشم، باشه، من زننم، من خوشم نمیاد صداش، نه صداش، نه تیپش، نه قیافش، هیچیش. کسی نمیتونه بهت بگه چرا، تو چه مربوطه؟ مگه من میام به تو بگم تو چرا اینو دوست داری؟ نه، تموش. هر انسانی حق به انتخاب داره. تو حق داری فلان خواننده دوست داری، فلان فیلمو دوست داشته باش، فلان خورده خوراکو دوست داشته باش، اما وقتی سیاسی میشی باید پاسخ بدی. حرف منطقی هست یا نه؟ نه که شما اگه بگین نه من میگم ای پس به هیچی، نه حرف منطقیه. تو نمیخواد تو کلت بره، خب نره، اون کلت توش گچه. جناب مهندس با این لطف موقع بفهمید شماره 17 رو
این بیرون کنسرت داریوشه، پس بهتون علکی نگفتم. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. این بچه‌ای بودن که بیرون کنسرت 4-5 تاشون برای من تو تلگرام نوشتن، اینم فرستادن. یه سری فیلم دیگه بود که خب فوش دادن، شاکی بودن راهشون ندادن اینا، من اونا نمیتونم دیگه پخش کنم. بچه‌ها قرار بوده برن تو بگن رضا شاه روحت شاه، چرا حق نداریم بگیم؟ چرا آقای داروش اقبالی ما حق نداریم بگیم رضا شاه روحت شاه؟ من شهروند ایرانی هستم، حق دارم از هنرمند ایرانی پرسش کنم. شما که دیگه از الویس که بالاتر نیستی، درسته میخوای لباس الویس بوشی قیافه اونو به خود بگیری، ولی از اون که دیگه بالاتر نیستی. الویس رو بردن زیر سوال، مایکل جکسون رو بردن زیر سوال، دستمن بهش زدن اونجوری زندان، تعرض کردن دو بچه. راست دروغ سیاسی و هرچی بود، بقیه این کار. این فرانس بکن بار بهترین فوتبالیست آلمان، قیصر آلمان، خدای فوتبال آلمان، یکی از بهترین لیبروی تاریخ جهان، یه حرف زد 20 سال دهنشو بسته رفته تو خونه‌اش نشسته. آبرو فوتبال آلمانو بردی، غلط کردی، تو رفتی زد و بند میکنی با کشور قطر که بره جام جهانی اونجا، موضوع رو با پول و اینا برات کردن داخل گردن میشل پلاتینی و چه و چه. حالا تو اونم مقصر، حالا کار با این نداره. همه حق داریم مثلا دیگه سوال کنی. شما به دلیلی که شدی مثلا به قول خودت تا طرف نامبر وان، چرا کسی حق نداره سوال کنه؟ برای چی؟ چرا کسی گوگوش حق نداره سوال کنه؟ چرا کسی ابی حق نداره؟ همه صدا شاهرخ، همه، چرا کسی حق نداره سوال کنه؟ ما پول دادیم. بعد دم از مردمی بوده، همش میگید مردم مردم مردم، حرفای کلیشه‌ای میزنی. خیلی خب، من مردمم، من زمان شاه رو دیدم. شما تمام ایرانیانی که در دوران پهلوی زندگی کردن، دولتی سر محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریا مهر بزرگ خدایگان و رضا شاه بزرگ خدای ایران، شما دولتی سر اون به اینجا رسیدی. چطور وقتی که خدایگان رفت همتون کشور رو ترک کردین؟ چطور مهندس بیلی اومد، پرویز صیاد اومد، صمد آقا اومد، قاطبه اومد، چرا همتون اومدین بیرون؟ شما که سیمپاتی داشتین نسبت به اون جریان، شما همش معترض بودین. یکی شبکه صفر درست می‌کرد، یکی صمد رو با الاغ می‌فرستاد به شهر، یکی میگفتش که آقای فلان ها، مگه نمیگفتید؟ مگه انتقاد نمی‌کردید؟ مگه سریال برامون درست نمی‌کردید؟ حالا پاش وایس، حالا پاشم وایسین. مگه نمی‌اومدیم خان گوگوش مگه نمیگفت جمعه ها خونجا یه بارون میچه؟ که مگه نخوندی؟ مگه داروش اقبالی مگه نخوندی؟ جنگل بنبست مگه نخوندی؟ خوندی دیگه. خیلی خوب، حالا شما که میای سیاسی میشی باید جواب ملت هم بدی. چرا مردم حق ندارن میگن رضا شاه روحت شد؟ جناب مهندس آخری شماره 18، داروش اقبالی در مورد کردستان، چرا؟ چرا؟ ولی برای عزیزان کرد، غیوران کرد، و طبیعتاً آینده مال کرد هست. اون استقامت، اون شهامت، اون دوراندیشیشون و اون مبارزهشون در واقع بالاخره روزی ثمر خواهد داد و کرد ها به اون جایگاه دلخواهشون خواهند رسید و کماکان در تاریخ قوم کرد همیشه مبارزه کردن برای استقلال خودشون، و امیدوارم روزی آزادی و روزی صلح و آرامش در سرزمین های کرد برپا بشه. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. رخش پهلوی 105 دلار، رخش پهلوی امدگر، ای والا سعید نباسه پولا 10 دلار هم بود من همینه میگفتم ملی بشه، من میانفرست بشی. سعید هم 10 دلار، دستت درد نکنه سعید جان. چرا رو کردستان اینقدر مانوف میایین؟ چرا به خاطر اینکه یه کنسرت میخوای بذاری تو کردستان مثل اون یارو پسر تنه لشه چی بود آخرم رفت چسبید به اونا، تو همین لجنجلس معروف شد. از ما تک و پوزت
بوزینش. چرا تا شما میرید تا میرن آذربایجان خلق آذربایجان، کردستان خلق کردستان، خب بچه رو میان تهران نمیگی خلق تهران؟ بابا بسه دیگه، آخه من تا کی باید بگم اینه نگیم، حالا اونجوری نگیم، اینجوری نشه، اونجوری آه چرا؟ آقا اگر قرار به دموکراسی و آزادی بیانه، چرا فقط ما میهن پرستان حق دموکراسی و آزادی بیان نداریم؟ اگر قرار به دیکتاتوریه، خب خیلی خوب دیگه، دیکتاتوریه دیگه، جمال تو شو، بگر تو بگر. پس چرا میگی شعبان بیمخ دیکتاتور، 28 مرداد کودتا ننگین، رضا شاه دیکتاتور، چکمه استبداد. حالا من بهتون نشون دادم دیگه، گفت معنای دیکتاتور رو سلطنت طلبا میدونم، همین چوسونه که براتون بخشیدم. بعد اسمتو بذاری مشروطه خواه تو جامعه، بابا ملت یه دقیقه گوش کنید، من توی جامعه ایرانی که من میشناسه بابا 100 نفر 100 تا آدم توی 80 میلیون جمعیت رضا احمدی رو میشناسه، این 100 تا رو تو بری بهش بگیش انشا رضا احمدی مثلا چی مینویسه؟ مینویسه رضا احمدی مجاهد، رضا احمدی کمونیست، رضا احمدی توده، چی مینویسه؟ میگه رضا احمدی سلطنت طلب شولای. درسته؟ درسته. تصور بکنی یه همچین آدمی اومده تو جامعه ایرانی خودش اینطوری تابلو کرده، بعد بیاد بگه که فراجناهی بدون عکس و بدون چادر و بدون پرچم. اسم منو چی میذاری شما؟ احمق، بیشعور، مزدور، چیه دیکته ای برای من؟ چی میخوایم به من بگی؟ بابا بیاد بدون تعارف حرف بزنیم دیگه. من شدم خواننده زمان شاه، من شدم هنرپیشه زمان شاه، شدم نویسنده، شدم پزشک، شدم بابا یه چیزی شدم در زمان شاهنشاه. فرض کنید من 15 سالم نبوده، مثلا 30 سالم بوده، یا خواننده بودم، یا فوتبالیست بودم، یا هنرمند بودم، یا تارزن بودم، یا نقاش بودم، یه چیزی بودم. من چرا یه چیزی شدم؟ چون پهلوی این امکاناتو به من داده. اگر پهلوی نبود ما الان تو بر بیا، اولا الان که ایرانی نبود، این راحتتون کنه. اگر فرض کنیم ایرانی می بود، قجر میمونست، ما هممون تو بر بیابونا بودیم. بابا ما شهر نداشتیم. میگن شهر تبریز، کدوم شهر؟ روستای بزرگ تبریز، روستای بزرگ اصفهان، روستای بزرگ تهران. روستا داشتیم، با ما شهر نداشتیم. شهرنشینی معناش این نیست. کدوم شهر؟ تهران مثلا چی داشته؟ پیاده رو داشته، نمیدونم آسفالت داشته، تیر چراغ برق داشته. بابا همین موسیقی که شما دولتی سرش به آب و علوفه رسیدین، خونهای 20 میلیون و 30 میلیون دلاری تو اروپا و امریکا دارید، پولاتونو قلم به قلم بچپوندید تو بانک‌ها که دهشه به مبارزه کمک نمی‌کنید، بعد میرید بالای سن میگین اعتصاب کنید، مردم اعتصاب کنن، نون ندارن بخورن، بعد برید تو بالای سن 50000 دلار 100000 تا 200000 دلار بگیری؟ یعنی ما اینقدر عبداللهی؟ پرچمو ببندید دورت، اون زنه که برداری بریش تو لجنجلس؟ کسی که گفت به نظر من انقلاب دیگه نمیشه ایران، نه نباید بشه، انقلاب نمیشه تو ایران، بس سبز بوشی بری پیش اکبر پونس؟ بابا عکساشو نشون دادم. خب آقا جان تا کی با شعور ما باید بازی بشه؟ اگر رضا شاهی نبود تارو کمونچه برای ما نمی آورد، کی خواننده میشد؟ قمر رو کی خواننده کرد؟ هایده، مهستی، حمیرا، همه این خواننده هایی که ما میشناسیم، دلکش، مرضیه که رفت شد مجاهد، کی به شما امکانات داد؟ کی به شما امکانات داد سینما برای شما آورد؟ شدی فردین، شدی بیک ماوردی، شدی بیروز وسوخی. کی به شما امکانات داد؟ کی برای ما مجله و روزنامه آورد؟ کی ایرانو از قرن چرتلی رسون به قرن اتم؟ کی برای ما کامپیوتر آورد؟ ملتی که سوار یابو و الاغ بود رفت نشست تو 747 رفت نیویورک. بابا دروغ میگم؟ بعد من حق ندارم بیام تو خیابون بگم رضا شاه رو، حق ندارم بگم چه اشتباه کردیم، چه انقلاب کردیم، حق ندارم بگم پهن خوردم، غلط کردم، به گور بابام خندیدم. نه، دیکتاتور چکمه، جمهوری حکومت مردم بر مردم، اصلا جمهوری خیلی خوبه، هم تو مردم میمالن به هم دیگه تو خیابون، هم بمال بمال میشه تو خیابون، تو بمیری. آره اسلحه هم وارد کردین، تهران سنگربندی میشه، کردستان پر، آذربایجان پشتش خوابیده دماغوف پر، خوزستان عربستان خوابیده پر، سیستان و بلوچستان بور پر، شور پر، خراسان میگه ما علیمون دو حوزش، آقا ما هم بریم این بر بریم تاجیکستان، گیلان هم میگه خب ولی دیگه ما هم چیزی از دریای مازندران نصیبمون نمیشه، ما هم بخزیم بریم اون و بریم پیش خزریا.
تاریخ هم برای اون نوشتن خزر کاسپیان خزر. مازندران هم میگه خب من هم اونجا تنها موندم دیگه، منم از در پشت میرم اونجا پیش ترکمن. خب همینه دیگه برنامه. بس خب برنامه چیه؟ همینه برنامه، برنامه مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی، همینه. وگرنه لعنت به پدر مادر دیکتاتور، فدای زن قربون زندگی فدای آزادی. با مشکلی ما با این جریان نداریم، بازی رو دارن جای دیگه میبرن. آرمان آریایی از اورنج کانتی $30 سپاس از شما. آی سیامکی یزدانی $500 سپاس از شما. پری بانو $100 سپاس از شما. ناصر غلامی $10 سپاس از شما. روبرت جان نثار خاندان پروی شیکاگو $100 سپاس از شما. امین $200 سپاس از شما. سرباز دور از وطن $50 سپاس از شما. میهن شاه $50 سپاس از شما. رخش پهلوی $105 سپاس از شما. سعید عزیز ما هم $10 سپاس از همین شما خانم آقایون، دست گلتون درد نکنه. هر آنچه که لازم بود گفتم. میخوای گوش کنی؟ بکنی. میخوای نکنی؟ نکن. میخوای قبول کنی؟ بکن. میخوای قبول نکنی؟ نکن. میخوای فوش بدین؟ بدین. بدبیرا بگین؟ بگین. من رسما اعلام میکنم من دیکتاتور، من چکمه، من استبداد، من شاول، هر چی شما میگین من اومدم اتحاد با هم بزنم، من اصلا ضد اتحادم، هر چی میخوایم بگین. یه چیزی هست، صداها میمونه، همه اینا تو تاریخ ثبت میشه. من جزو کسانی هستم که مطمئنم با خیال راحت میمیرم، با خیال راحت میمیرم. میگم گفتم، نمیگم میخواستم بگم. من در گوش کسی نمیرم تلفن بردم بگم بله واقعا وضع خراب خاخی میشم. من اینطوری شدم، من میام اینجا میام میشینم میگم. پادشاه در اسارت، در زندانه، هیچی دیگم به عقلم نمیرسه. این چیزی که میگم عقلم داره میگه. اشتباه میگم اعلی حضرت از جنابالی پوزش میخوام. من یقین دارم و مطمئنم جنابالی در زندانی بزرگی هستی به نام زندان گلوبالیستان. مطمئنم اتحادی در کار نیست، همش چرت و پرته، رو حرفم وای میسه. مطمئنم فقط ایران رو میهن پرستان نجات میده. مطمئنم اگر پادشاهی به ایران برنگرده، ایران تموم کارش. امضا رضا احمدی و سلام. اگر راه پهلوی رو نریم، کشور ایران برمیگرده به قرارداد 1919 که هنوز رو کاخ اون کثافته. راحتتون کنم. و مطمئنم تمام کسانی که به اسم کمپوزیسیون تو خارج از کشور کاشتن، همشون مزدورن، همشون مامورن، مخصوصا این مشروطه چیا. مجددا عرض میکنم همشون مزدورن، همشون مامورن. پاینده بود ایران. منش امیر تو رو یادم نرفت، اون وقت نداشتم. چهارشنبه میام اکثر نشون میدم. شاد و پیروز باشید. با یک جهان سپاس از جناب مهندس یاوش گرامی و سرکار بانو مهناز عزیز. ممنونم از این که رو خط اومدید. ببخشید یادم رفت بگم و گفتگو کردیم با هم. دمتون گرم، دستتونم درد نکنه. شاد و پیروز باشید. به ایران بیندیشید. رضا شاه روحت شاد باید گفته بشه از فردا تو خیابونا، تو حاشیه نرید. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. پاینده باد ایران. تا ابد جاوید شاه. دم بچه های لندن، دم بچه های آلمان، دم بچه های با شرف خارج از کشور، دم بچه های سوئد گرم، دم همه تون گرم. درود به شرفتون. همینطوری وایسید، پاداد بزن 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 بزنم بکنید. وایسید بچه ها، جنگ نبرده، نبرد بین میهن پرستان و دشمنان پهلوی و دشمنان ایران و دشمنان ملت ایران، نبرد بین مشروطه خواهان و جمهوری طلبانه. شاد و پیروز باشید. پاینده ایران جاوید شاه.